سلام سلام، نظرتون با یه مرغ دمی خیلی لذیذ و خوشمزه بدون بوی زوم و با عطر خوش زعفرون چیه؟ بریم که با هم درستش کنیم. لایک و کامنت و سابسکرایب هم دوستان برای حمایت فراموش نشه. یه مثقال زعفرون دارم اینجا به خاطر هوای رطوبتیش، میخوام همشو یه دفعه‌ای پودر کنم که دیگه دردسر نشه بعدن. همونجور که میشنوید نم گرفته و متاسفانه پودر نمیشه. الان دوتا زعفران دم کردم، یعنی این یکی رو میخوام تازه دم کنم. برند گلستان بود که رنگدهیش و اینا بهتره، ولی این زعفران استهبانه و یخ گذاشتم توش، رنگدهیش خیلی کمه، فقط عطر و بو داره. میدونم طبیعیه ولی خب اینطوریه. این سراغ پیازها که باید پیازها رو خلالی کنم. خلالیه نه درشت باشه نه ریز. بعد از اون میریم سراغ یه دونه فلفل دلمه‌ای. اینا هم به شکل نواری برش میکنم. حالا نوبت رون مرغ و تکه های فیله و سینه مرغمه که با زعفرون اینا رو آغشته کنم. این مرغ اصلا دیگه بو نمیده، بوی ذوب نمیده و بسیار خوشمزه است. اینو با یخ درست کردم، حالا یکم آب جوشم میریزم روش و بیشترش میکنم. حالا توی تابه پیازهامو میریزم که تفتشون بدم. یکم بهش روغن میدیم. پیازم داره سرخ میشه، اینم من یه کمی آب جوش روش دوستم رنگ بهتری بده. حالا اینو به خوبی ورز میدم و 20 دقیقه میذارمش کنار. پیاز که سبک شد اینجا به زردچوبه رو اضافه میکنم، یکم فلفل سیاه و پودر پاپریکا. حالا اینا رو مخلوط میکنم. حالا نوبت اضافه کردن رب گوجه فرنگیه. یکم نیاز به روغن داره. بهش یه کوچولو آبم اضافه میکنم برای باز شدنش. خب رب گوجه که اون وسط تر خورد دیگه با پیازا مخلوطش میکنه. حالا نوبت اضافه کردن فلفل دلمه. میتونید از فلفل دلمه های رنگی هم استفاده کنید. 3 حبه سیر و یه دونه فلفل تند قرمز. یه کوچولو دیگه این بر آب ریختم مخلوطش میکنم. 2 دقیقه بعد این سسمون دیگه آماده است، میذاریمش کنار. حالا تابه بعدیمون رو میارم. چون از تابه استیل دارم استفاده میکنم باید داغ داغ بشه که حالت نچسب پیدا کنه. یکم روغن میریزم چون میخوام کره بریزم. کره نباید به تنهایی ریخته بشه چون میسوزه. حالا نوبت سرخ کردن مرغای زعفرون میمونه. در حدی که روش طلایی بشه. بعد از اینکه طلایی شدم بقیهش رو برگردونم توی همین تابه و سسم رو بزنم بهش. خب حالا که تابه سسیم رو آب ریختم و میریزم قشنگ دور مرغا. سسم هم میذارم همینجا بالا بمونه و درشو میذارم که دیگه دم بیاد به مدت 40 دقیقه. خب دیگه آبمونو گذاشتیم جوش بیاد برای برنج. من از ترکیب برنج باسماتی و یه چیزی شبیه برنج ایرانی استفاده میکنم. اول باسماتی رو میریزم بعد اون، ولی خب میخوام آبکشش کنم. یکم بهش نمکم اضافه میکنم. یکم بعد اون یکی برنجم میریزم چون باسماتی دیرتر میپزه. من برای تعدیگشم از یه قاشق پر آرد و آب استفاده کردم.
به این غلظت. غلظتش میتونه بیشتر هم باشه. حالا بهش کمی سیادونه، اوی زیاد شد. و کنجد. و برای رنگش میتونید از زعفرون یا زردچوبه هم استفاده کنید. من زردچوبه میریزم. حالا اینو میکس میکنم و این میشه تعدیق فوری فوتی ارزون و خوشمزه من. خب برای اینکه برنجم قد بکشه یه هایی شوک بهش میدم در حال جوشیدنه و آب سرد مقداری بهش اضافه میکنم که دورتر در بیاد. اینجوری قد میکشه. خب وقتی برنج اینجوری میزنه بالا دیگه وقت آب کش کردنش. آب ولرم میگیرم روش. یکم میزن تا قابلمم همه برنجا در بیاد. قابلمم رو برمیگردونم روی گاز. روغن که زدم اینو تعدیقش رو وارد تعدیقم میکنم. به برنجم نمک زدم و حالا مخلوطش میکنم یکم. آروم این کار رو انجام بدید که برنجتون نشکنه. یا اینو اینجوری کنید. اینو اینجوری جمع میکنم و مثل قدیما که مامانمون همیشه ملاقه استفاده میکردن، سوراخ میذاشتن تو برنج، انجام میدیم. درشو میگیریم، اول با حرارت زیاد، بعد که بخار کرد حرارتو کم میکنیم. بعد از 40 دقیقه ببینید چه روغنی داده بالا. حالا من دیگه درشو نمیذارم که دیگه روغناش بیشتر بیاد بالا. من برنجمو میانه پخت درشو باز میکنم، کمی همش میزنم که بخار همه جاش پخش بشه. روغنم نمیزنم، میدونم که این برنج الان خشکه ولی روغن نمیزنم چون به اندازه کافی مرغم روغن داره. شما اگه بخواید میتونید بزنید. اینم از مرغمون که دیگه آخراشه که دیگه تموم بشه. یکم از این زعفرانی که مونده بودم میدیم روی مرغا. اینجا زرشکم هم با روغن کمی تفت دادم، میتونید شکرم بهش اضافه کنید. خب من اینجا زعفرون دارم، حالا از برنجم میخوام یکم برنج زعفرونی هم درست کنم. جاتون خالی عطر این غذا تو خونه پیچیده، حتما به این روش درست کنید، پشیمون نمیشید. وقت کشیدن غذامونه. اینم از پلومون. این گوشه میکشم. اینم از پلوی زعفرونیش. اینم از تعدیقش. به بچه نقاشی شد. واقعا غذاهای ایرانی مثل نقاشی و هنر میده. هنر خیلی زیبا. هنر نزد ایرانیان است و بس. اینم زرشک خوشگلش که رنگامیزی این غذا رو تکمیل میکنه. و این هم لحظات ملکوتی این مرغ دمی خیلی خوشمزه و زیبا که کنار این پلو سرو میشه. مرغاشو من جدا میکشم، سسشم جدا. سس کاراملیش ببینید چی شده. میاد گوشه این بشقاب خوشگل.